دوستان عزیز و مهمانان محترم سلام، خوش آمدید به نوای نیستان. نای و نوای امشب برنامه ما بیاگود از استاد سخن و بلبل شیراز شمس الدین محمد حافظ شیرازی بلند خواهد شد و بدون درنگ دریچه ادبی امشب با یک پارچه غزل دلکش حافظ آغاز می‌کند. این غزل به گوش تماشناس شد و بندشی شده و استاد زلام میره در قالب یک خواندن اونجا میره. زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست. سرفراگوش من آورد به آواز حزین، گفت ای عاشق دیرینه، گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست. عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. بروی زاهد و بردورد کشان خورده مگیر، بروی زاهد و بردورد کشان خورده مگیر، که ندادن جز این توفه به ما روز الست. آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است و وگر باده مست. خنده جام می و زلف گرهگیر نگار، خنده جام می و زلف گرهگیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکن. اگرچه در معرفی پروگرام برنامه‌های دیگه چیز نوشته شده، اولی هستن حافظ در افغانستان رو نوشته تهیه دیدیم که نبرده در شروع اشراکی با حافظ و کمیرات و زندگی حافظ و محیطش و شعرش و صحبت شده و باید در افغانستان حافظ حافظ در کمیت تشکیل شده. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، معروفترین سخنور اواخر سده هشتم هجری، بدون تردید در زمره بزرگترین غزل‌سرایان زبان فارسی به شمار می‌رود. تعدادی از تذکره‌ها دوره حیات او را از سال 726 الی 791 هجری قید کردند که تخمینی می‌باشد. اما در واقع تا هنوز کسی از تاریخ دقیق تولد حافظ آگاهی ندارد. وی در شیراز به دنیا آمد و در همان شهر نیز پرورش یافت و همان جا چشم از جهان پوشید. در خاک مصلای شیراز دفن شد و این محل امروز به نام حافظیه یاد می‌شود. حافظ به زبان عربی که زبان ادبی آن روزگار بود مسلط شد و قرآن را از حفظ می‌خواند و به همین مناسبت است که او را حافظ گفتند. و خودش هم میگه ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، با قرآنی که اندر سینه داری. حافظ با این که خود حتی از شیراز هم خارج نگردیده، آوازه سخنش محدود و محصور به شیراز و سرزمین ایلان نماند، بلکه مرزهای کشورهای همجوار را در نوردید و جهان پیما شد و اشعارش به اقصاب نقاط دنیا رسید. با گفته وی عراق و پارس گرفتی به شعر خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. یا حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید، تا حد مصر و چین و به اطراف اون رای. یا
و شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. این بلبل خوشنوای بوستان شعر و غزل که قسمان تربیت یافته مکتب عرفان و تصوف است و گونه بازار ذوق و حال را گرم کرد و آتش شور و اشتیاق بیقراران را دامن زد. محفل نبود که از گفتار سیرنگیز و عاشقانه حافظ گرمی نمی گرفت و مجلس نبود که از نوای شورانگیز غزلهای ناب و رونق بیشتر نمی آورد. حافظم در مجلس دردیکشم در محفل حافظم در مجلس دردیکشم در محفل بنگر این شوخی که چون ما خلق صنعت میکنم. در اینجا موضوع کلمه صنعت توجیه درست نشده. میگم که حافظ صنعت در اینجا مبانه از اینکه هم یک ریاکاری میکنم یا تجویز میکنم، اما ای اصلا صنعت میکنم چون حافظ خودش از دشمنان درجه اولی یا تجویز و گفتم منطقه صنعت میکنم یعنی اینمی کار میکنم، صنعت یعنی کار. بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکنم، با خلق چه قسم رفتار میکنم در روی حافظ از روی یک مجلس در یک محفل دردی کشت. حافظ در بخش عمده ای از غزلهای خود عشق و عرفان و حکمت و اندرز را به هم در آمیخته و در حقیقت از این آویزش استادانه سبک نوی در غزل به وجود آورده است. اما عرفان جز در کلیات جهانبینی او نقش برازنده ندارد. در زندگی شخصی حافظ مردی بود آزاد مشرب، عزرت نشین و واجد قلب همت و اراده عالی. گوشنشینی را نسبت به در بدلی و قناعت را نسبت به حفظ و آزبندی برتری میداد و از آبرو ریزی بدن هر ناقص و فرومایه سخت متنفر بود. حافظ آبی رخ خود بردر هر سفله مریز حافظ آبی رخ خود بردر هر سفله مریز حاجت آن بی که برای قاضی حاجات برید. همچنان زود و تقوی ریایی را همیشه به زشتی یاد می کند و خود بزرگترین دشمن ریا در تاریخ جهان است و ما در حوزه هنرها هیچ هنرمندی را نمی شناسیم که به اندازه او با ریا و ریاکاری عداوت ورزیده باشد. کسی که گفته حافظ می خور و رندی کن و خوش باش ولی با دام تزویر نکن چون دیگران قرآن را. ز خانقا و می خانه می رود حافظ مگر ز مستی زهد و ریا با خوش آورد. با تأسف حافظ در دوران می زیسته که از پرحادثه‌ترین ادوار کشورش به شمار می رود. و این سبب اشعارش بعضاً در لایه از ابهام سروده شده و خود نیز از تدبیر و هوشیاری کار می‌گرفت و از رکام دوری می‌دوست. زیرا فرمان روایان آن زمان بی نهایت ظالم و بی عاطفه و بی رحم بودند که کوچکترین انحراف از طرز فکر از اونا منجر به مرگ و نیستی می‌شد. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی آید. چو حافظ در قناعت کش و از دنیا بدون بگذر که یک جو منت یونان بسد من زر نمی آید. در کشور ما افغانستان حافظ از دیر زمان محبوب و مطلوب همگان بوده. دلبستگان اشعارش از شنیدن و خواندن اشعار شیوا و غزلهای شورانگیز و روحانی او لذت می بردند. چه او خود گفته است ز شعر دلکش حافظ کسی شود آگه که لطف تب و سخن گفتن دری دارد. حتی عادت چنان بود که بسیاری قبل از رفتن به مدرسه با آشنایی به فن قرائت به خواندن دیوان حافظ و گلستان سعدی می پرداختند و علاوه زمان تدریس می شد. در بسیاری از خانه ها دیوان حافظ وجود داشت که صاحب دلان اهل نیاز و عاشقان شعر و گهگاهی به تفاهم می پرداختند، غزل می خواندند و حال می کردند. و خصوص که این غزلخوانی و تفاهم به دیوان خواجه شیراز در پهلوی مثنوی خداوندگار بلخ و الهی نامه خواجه انصار یکی از سرگرمی های دیرین و سودمند
غالب خانواده های افغانستان علال خصوص در شبهای طولانی زمستان بود. چنانکه گفته آمد هر که با مشکل مواجه می شد یا نیاز و حاجت می داشت از دیوان حافظ مدد می خواست، نیت می کرد و دعا می خواند و چشمانش را می بست و با انگشتانش دیوان را می گشود. غزل آغاز صفحه راز غزل راست غزل فال را می دمی شد، چنانچه غزلی به یکی از مطالی قاطی می آمد و یا با بیت عصبالها در آن غزل مواجه می شد، بدون هیچ تردید شخص نیت کننده و عقید من به فال حافظ آن را مشغول نیک می گرفت. مثلا دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و در آن ظلمت من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. یا این مطلب یوسف گم گشته باز آید و که آن غم مخور کلبه احزان شود روز گلستان غم مخور. یا مطلع دیگر مژده ای دل که دگر باز مژده ای دل که دگر باز با که دگر باد سبا باز آمد و باد خوشخبر از طرف سبا باز آمد. یا مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زده انفالی و فریاد رسی می آید. یا این مثال روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه عیسوی نگار آخر شد. غالبا در تفاول بیشتر مردم حتی با یک مصرای حسب‌الحال هم بسنده میکردن. بنابرای گفته یکی از محققین ادبی رمز این که غزلیات حافظ وسیله تفاول قرار گرفته همین تنوع و گوناگونی بودن مضمون و خیال است، زیرا احتمال برخورد با اشعار مناسب و برابر بر میل و آرزوی خواننده بیشتر می باشد. باید گفت که در افغانستان تعداد معدودی که دنبال مطالب عرفانی می رفتند و جنبه ارشاد را می جستند در محافل آنها مثنوی خوانی بیشتر رواج داشت، اما ایده دیگر که در غزل روح غنایی جستجو می کردند حافظ شیرازی که به حد معتدل و با شیوهی پوشیده و با وقار مطالب عرفانی را در غزل وارد کرده است آنها را به خود جذب می‌کرد و مدارسه بزم و موسیقیشان را به خود منحصر کرده بود. شبهای جمعه یعنی شامهای پنجشنبه در خانقه ها یا محل اجتماع مشایخ درویشان و اهل ذوق و حال غزلهای حافظ در ردیف اشعار مولانا سرای سعدی و دیگران توسط آوازخوانان مسلکی و غیر مسلکی زمزمه می شد و غالبا با ذکر پیروان طریقه های مختلف یعنی اهل صفا و سلوک توأم و خانقه نشینان را به سوی خود می کشانید. بسیاری از آوازخوانان اسلوب کلاسیک و مسلکی و همچنان هنرمندان موج نو موسیقی کشور غزلهای سحرانگیز حافظ را به روش ها و طرز های برور و گوناگون سرودند که نمونه های آن خوشبختانه موجود است و باید گفت که هنوز هم می سرایند و باز می سرایند و ادامه می دهند. زیرا قسمی که اشاره شد تنوع مضمون، روانی شعر، سحر کلام و گیرایی که در شعر حافظ به ملاحظه می رسد، کار دستندرکاران آهنگسازی و سرایندگی را نهایت سهولت بخشیده است. راجع به زندگی حافظ، سبک شعر و چگونگی کلام و ارزش های بلاغی و هنری شعر حافظ و صنایع بدیعی آن و دیگر حوزه های ادبی و هنری مربوط از طرف دانشمندان افغانستان قبل از جنگ های تباکل دراز مدت تحقیقات و نشرات قابل توجه در عمل پیاده شده است. ادهی از شعرا و سخنوران مشهور از افغانستان چون چوقایی ملک و شعرا، استاد بیتا، استاد خلیلی، مستقنی، بسمل، صفا، خسته، نوی، نیسان و شاید جمال و دیگران و اقتفا و تخمیص غزلهای ناب حافظ پرداختند که شرح تمامی شواهد و امثال از اوصله این مقام در اون گوله و سخن را و درازا میکرد. هرچند به گفته حافظ شرح شکن زلف خمن در خم جانان، شرح شکن زلف خمن در خم جانان کوتاه توان کرد که قصه در آمد.
در اخیر میخواستم غزل از دیوان حافظ و منظور حسن خطاب مقال انتخاب کنم، دیوان ورق زدم، اما وقتی که متا خوب زیاد میشن انتخاب گم میشن. شعر صاحب تبریزی به خاطر محمد و انتخاب کنار گذاشت. صاحب میگه هلاک حسن خداداد او شود که سر آقا چون شعر حافظ شیراز انتخاب ندارد. تشکر است. دوستان نهایت از این سلام کنید. اگر از انتقادهای بیمارگونه احمد کسروی که با سوزاندن کتابهای حافظ و مولانا و بحث گنجینه های کتبی به نظیر دیگر جشن کتاب سوزان برا انداخته بود چشم پوشی کنیم، به کمتر موارد جدی دار بر انتقاد علمی، روانشناسی و یا اخلاقی از اشعار و یا شخصیت حافظ برمیخوریم که خالق بسهای دو جانبه پیرامون اشعار حافظ باشد، و این باید یا از حسن نظر و یا از بیمیلی خوانندگان اشعار حافظ سرچشمه گرفته باشد، که در هر دو صورت موشگافی این اشعار بیرون از چند حلقه متشخص ادبی و فرهنگی در بین حلقات دیگر جای باز نکرده است. اگر از تعریف و تمجید مکرر از نبوغ و توانایی حافظ در خلق شعر بگذاریم، با مواردی برمیخوریم که ما را در رأس یک دوراهی متضاد قرار میدهند که از یک نقطه شروع شده و سپس به هم میپیوندند، بدون اینکه خواننده را از شک پیرامون باور به موجودیت تناقض در بعضی از اشعار حافظ نجات دهند. سوای تمجید و ابراز تحسین در خلقیت این اشعار در گنجینه ادب فارسی دری و موارد متعددی برمیخوریم که تناقضگویی بسا شاعران را به ویژه در موارد تشریح مسائل فلسفی و اخلاقی به اثبات میرسانند. از نظر شخص من موجودیت این تناقضگویی در اشعار و نوشته های بزرگان همان ناشی از خلق نمودن این اشعار در دوره های متفاوت زندگی هنریشان که در طی دوران با کسب تجارب و اندوختن دانش به غنای تدریجی رسیده اند می باشد. از آنجایی که مکس درباره نگریستن به اشعار حافظ از دید انتقادی موضوع جالب و بحث برانگیزی می باشد، ناچارم نظر به کمبود وقت این مهم را به وقت دیگری موکول کنم و بپردازم به اصل مطلب. همانطوری که گفته آمد تمجید مکرر هم چیزی جز تکرار موضوع بیش نیست. چی بسا دانشمندان بزرگ خارجی و داخلی درباره حافظ تمجیدهای بیکرانی نمودند که الحق شایسته حافظ است. در خلق شعر از دیدگاه یک شاعر احساسات شاعر نقش اصلی و توانایی شاعر نقش بعدی را بازی می کند. این احساسات که همان ناشی از شرایط زندگی شاعرند توأم با توانایی شاعر که ناشی از دانش و تجارب به دست آمده شاعرند خلقیت شعر را سبب می شود. هرچند که احساسات رقیق‌تر و سرحد دانش و تجارب وسیع‌تر باشند، شعر خلق شده جذاب‌تر و دلنشین‌تر ارزندان می کند. بر همین اساس است که شعرهایی که در سیر سالیان متمادی دست به سرایش شعر زدند، اشعار خلق شده ایشان از سه مرحله گذشتند. مرحله اول شروع کارشان در این امر است که اشعارشان نظر به قلت دانش وافر و غلیان احساسات جانی در چوکات اشعار خام قرار میگیرند، به استثنای مواردی که نبوغ شاعر بر این امر فائق آمده باشد.
دوم انقلاب فکری شاعر است که در یک مرحله از زندگی خیش شاعر سبک تفکر و سبک زندگی خیش را تغییر و فاحش می دهد. اگر مداح است عارف می شود و اگر ماده پرست است به شخص روحانی مبدل می شود و یا برعکس. نمونه های انقلابات فکری را در زندگی سنایی غزنوی، مولانا، حافظ، بیدل و بسا بزرگان دیگر دنیای علم و ادب می بینیم. سوم، معراج کمال شاعر است. در این مرحله شاعر می داند چی می نویسد. بنان اشعار خلق شده شاعر عمیق، پخته و نهایتا حیرت انگیزند. حافظ هم خواهی نخواهی هر سه این مراحل را پیموده است. از مرحله ابتدایی که در وصف معشوقش شاخنبات شعر می سراید تا مرحله بعدی که بعد از ملاقات فرید الدین عطار، البته نه آن فرید الدین عطار مشهور نیشابوری به افان می گراید و تا مرحله سوم که دیدگاهش را بر کاخهای بلند دانش و تجارب بیکرانش استوار گرده اند بدون هیچ باکی بی پرده تشریح می کند و چون مولانای بزرگ و خواجه عبدالله انصاری که کعبه دل را بر کعبه گل ترجیح می دادند او خدا را نه تنها در کعبه و مسجد بلکه در دیر و بتخانه هم می بیند. در خرابات مغان نور خدا می بینم. این عجب بین که چی نوری ز کجا می بینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. و یا این که المنت لله که در این میکده باز است زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خونها در جوش و خروش هم زمستی و اون میکده در اونجاست حقیقت نمجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. تعمق در باره اشعار حافظ ما را در حیرت عدم توانایی ما برسیدن به افق دیدگاهش به طرز تحسین برانگیزی قرار می دهد و تمجید ما را از او خواهی نخواهی تضمین می کند. سالها دلترم جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. این همان تشریح عرفان و وحدت الوجودی منصور علاج و مولانا و غیر عارفان است که انسان تا مقام الهیت می رسد. در این شعر خدا که برای زمان و مکان است در حافظ فلول کرده است و او واقف به این امر مهم خشتن شناسی که به خدا رسیده است. مغرور از این است که از پویش استمداد از دیگران مبارا گردیده است و اگر از گمشدگان لب دریا که با وجود وفرت آب قدرت درک دید آن را ندارند و تشنه دنبال آب میگردن سرا راهش را تا حالا گرفته است احساس خجالت میکنن. همانطوره که ابوالمعالی بیدل گفته بود دل را به یاد روی کسی یا شاد میکنم آینه کردم گم و فریاد میکنم. خدا در صورت بیدل متجلی است و اگر بیدل آینه اش را پیدا کند می تواند تجلی نور خدا را در صورتش ببیند. اگر چه شعرهای زیادی وجود دارم که دنیای از معانی را در یک مصرع جا دادم که ابوالمعالی بیدل در این را پیشتاز است، ولی ظرافت کلام حافظ با توجه این تواناییش تا آنجا دلنشین است که تحسین همه را تحریک می کند. عکس روی تو چون در آینه جام افتاد عارف از خنده می در طمع خام افتاد. آیا این حقیقت خنده آور تا حالیا هم در هر گوشه و کنار هم روزه اتفاق نمی افتند؟
و چی رسد که شخص تحت تأثیر خنده می هم قرار گرفته باشد. امروز شاهدیم که با لبخند دختر یا زنی خیلی ها از ما به طمع خام افتاده ایم و اگر زاهد بوده ایم آب از غربال ما بیرون ریخته است. تشبیه ما به سمنی های زاده ریاکاران روزگار بویش ریاکاران مذهبی آنقدر ذهن حافظ را به خود مشغول داشته است که هر کجا او توانسته است در افشای این زاهدان ریایی در مبارزه بر علیه ایشان از شمشیر قلم استفاده نموده است. زاهدان که این جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند و هرچند که اختلافاتش با زاهدان ریایی که وجودشان در جامعه باعث اذیت روحی و روانیش می گردند زیادتر می شوند، او در اوج بلوغ فکری و دانش خیش به طغیان می آید و سپس با لحن تسلیم پذیرانه به میخانه رو می آورد و قضاوت تمام امور را به خداوند واگذار می شود. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکرم گیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. و ادامه می دهد: بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خومت روزی به حوض کوثر اندازیم. یکی از عقل می لافد، یکی طامات می بافد، بیا که این داوری ها را به پیش داور اندازیم. و چون مایوس از این می شود که متای بر حقش در قبال متاع تفاضل فخر فروشان بازار گرمی در جامعهش پیدا نمی کند، چنین ناله سر می دهد: سخندانی و خوشخانی نمی ورزن در شیراز، بی حافظ که خود را به ملکی دیگر اندازیم. دیدگاه حافظ خیلی ها وسیع‌تر و روشن‌تر از دیدگاه هم مردمانی بوده است که در جامعه و دوران زندگی او زندگی می کردن و همین اختلاف سطح دید او را در جامعه از اکثریت جدا می کرده است و به ویژه اسباب و آزارش را توسط آنانی به وجود می آورده است که مهار جامعه و نبض عوام را که همون مذهب بود در دست داشتند. و از آن جایی که جهل عوام رفا و آسایششان را تضمین می کرد، روش افشاگرانه حافظ در جهت تنویر از خان شدیدن منافع ایشان را به خطر می انداخت و حافظ در دفاع خیش در قبال تومتهایشان بدون حراس باز با شمشیر قلم به نمردشان می رفت. مرا برندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اصرار علم غیب کند، کمال سیر محبت بین نه نقص گناه، که هر که بی هنر رفتد نظر به عیب کند. و باز در همین باره اصلای منطق کار میگیرد: ای برندان مکن عیب زاهد پاکیزه سرشت، که گناهی دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گربت تو برو خود را باش، هر کس آن درود عاقبت کار که کشت. نامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو چی دانی پسی پرده کی خوب است و کی زشت. در گیرودار تلاش انسان برای رسیدن به درک حقیقت کمتر کسی چون حافظ بیخیال به ابراز ملاحظات مذهبی و اجتماعی در اجتماع که در مهار تنگ نظران مذهبی بود توانسته است جرأت خیش را در تشریح دیدگاه خیش برای درک حقیقت خالق هستی در اشعار خیش بگنجاند. اگر اشعار فلسفی خیام و یا نظرات فلسفی فلسفه در سیر قرون که در تضاد با آیین مذهبی جامعه قرار می گرفتند باعث تکفیر این بزرگ مردان و در بسا موارد منجر به قتلشان گردیدند، حافظ از دیدگاه خیش همچنان کوشیده است تا حقایق را افشا کند. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر آن نظر خطا پوشش کن. و
و یا اینکه ساقی و جام میم ده که نگرنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چی کرد آن که پر نقش زد این دایره مینایی کس ندانست که در گردش پرکار چی کرد با وجودی که این عکاس می در اشعار حافظ چنان مبرهن و ویداست که اهم متوجه او را در زندگی گویی که به خویش مشغول کرده باشند ولی با ترس قابل توجیهش از صحبت با ناقصان او مقام یار را بر همه چیز برتر میشمرد فتوای پیر مغان دارم و قول است قدیم که حرام است می آنجا که نیار است ندیم چاک خواهم زدن این دلق ریایی چی کنم صحبت روح را صحبت ناجنس عذاب است علیم غالیان احساسات و رقت قلب حافظ در اکثر موارد با وجودی که او را در خلق اشعار جاویدانیش کمک فراوانی نموده است ولی بعضی این از این اشعار گهگهیان از او برای خواننده تصویر کسی را می نمایاند که گویی تصمیم سرنوشت و قضا و قدر شده و دست از مبارزه بی امانش برای تنویر اذهان و افشای حقایق برداشته باشد گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند در کارخانه کره عقل و فضل نیست فهم ضعیف رأی فضولی چرا کند جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخ ایسادم کجاست که احیای ما کند می و می پرستی و می خانه کلماتی هم که در اغلب اشعار حافظ دیده می شوند و شاید هم همین وفرت استعمال این کلمات بوده باشد تا از او سیمای یک شخص می پرست و عیاش را در دیدگاه نترها بعضی از مردمان همزمانش بل در دیدگاه تمناظران در سیر تاریخ معرفی کرده باشد ولی در خانقاه اکثریت دوستداران ادب از هر کیش و دینی که هستند نور حافظ در قالب اشعارش همچنان درخشنده است و مسلمانان امروزی هم نظر به ارادتی که به حافظ دارند کوشش می کنند حتی امکان به این می حافظ رنگ تقدس بدهند و آن را منسوب به آب خضر و آب کوثر و غیره بنمایند ولی می حافظ همان شراب سرخ انگوری است و او این می را نه فقط برای عیشی بلکه به خاطر دو علت مهم می نوشیده اول اینکه اختلافش را در قبال تعصب وایزانی که در محراب جلوه و در خلوت آن کار دیگر می کردن به شکل طغیان آمیز ثابت کند و دوم برای لحظه گریز از حقایق دردناک و نابسامانی های دورانش به می پناه می برده تا دم چند بیازوید شراب تلخ می خواهم که می افغان بود زورش که تا دمی بیازایم زدنیا و شر و شورش اگرچه هم در خیافز برای تنویر اذهان و تقبیح خرافات در اشعارش با کندگاوی بیشتر نیاز دارند ولی در قسمت اخلاق این اندازها واضح و ساده و در کمال مهارت برشته مورد شعر در آمده ام منم که شهره شرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن به پیر می کده گفتم که چیست راه نجات بخواست جام می و گفت ای پوشیدن مبوز جز لب ساقی و جانمه حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن
این که در فلسفه تا چه اندازه حافظ تحت تاثیر اشعار فلسفی خیام قرار گرفته است نیاز به کاوش های ادبی بیشتری دارد، ولی شعر زی روزنه ای را بر این بیابان پر از سنگلاخ باز می کند. صبح هست ساقیا قدحی پرشراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن، زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. خورشید می ز مشرق ساقطر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پرشراب کن. و پروازی است که شعر فلسفی کوزه خیام که خاک پدرش را در کف هر کوزگری میدید بر این شد قدمت دارد که همان جاویدانگی ماده را علی رغم تغییرات فیزیکی و کیمیاوی ماده تشریح می کند. و این فلسفه بقا ماده قرنها و در اروپا توسط فلسفه ماتریالیست و طور مبسوطی تشریح گرفت. حافظ مسلمان راستین است که از روش اعمال ریاکارانی که از دین و مذهب و مقاصد اقتصادی سوء استفاده می کنند و یا آن را برای نیل به مقاصد سیاسیشان تحت کاربرد قرار می دهند به شدت تا آن را بیزار است که برخلاف عرف اجتماعی جامعهی که توسط زاهدان ریایی مهار شده است، ابر مرد پیر مغان را که همان موید زیادشتی است به عنوان پیر خردش انتخاب می کند تا نفرتش را از خرد پوشان ریایی ابراز کرده باشد. همانطوری که در قبال زهدشان او بالجاجه هد از می و می پرستی سخن به میان می آورد تا انقلاب درونیش را آشکار کرده باشد. حافظ جناب پیر مغان مأمن وفاست، درس حدیث عشق بر او خوان و وضو شد، یا اینکه از آستان پیر مغان سر چرا کشیم، دولت در آن سرا و گشایش در آن در است. یا اینکه منم که گوشه میخانه خانقای من است، دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است. در خاتمه حافظ در قبال تمام آنانی که از باب رنجش را مهیا می کردن و حتی جنازه اش را نمی گذاشتن تا در قبرستان مسلمانان دفن شود، از میدان نبرد پیروز و جاویدان برمی آید و نامش که در دوره حیاتش آفاق جغرافیایی را در نوردیده بود همچنان آثار تاریخ را در می نوردد و جاویدانگیش را تضمین می کند. تشکر. دو هفته قبل وقتی آقای عنایت تارک تلفن کردن و گفتن موضوع صحبت نوای نیستان حافظ است، برای چاره کار به حافظ رو آوردم و فال گرفتم و این بیت آمد: نه هر که چهره برافروخت دلبری دارد، نه هر که آینه سازد سکندری دارد. جواب خواجه معلوم، من در حدی نیستم که راجع به او صحبت کنم، لذا به سراغ کتاب آقای علی دشتی رفتم. آقای علی دشتی در کتاب نقشی از حافظ می نویسد: مردی به اسم شمس الدین محمد حافظ در 791 مرد. این مرد سبک خاصی در شعر آفرید که از اندیشه و معرفت لبریز بود. شیوه زبان او به قدری جذاب بود که حتی در زمان حیاتش شهرت به آفاق را در نمودید، اما در محیط اجتماعی خود مشغول الغرض زیست. مردم بی معرفت و سرگرم مسکنت های زندگانی
از این گوهری که در محیط مزبل آسای آنها افتاده بودند بیخبر ماندن. فکر بلند و آزاد او، طبع منی و عزیز او، بینیازی روح بزرگ او، باریا و سالوس دکانداران شریعت و طریقت و با استبداد عمرای خودسر و متملق پسند ناسازگار بود. از این رو در فقر و محرومیت زیر قبار فراموشی و غیر نشناسی جان سپرد. از فردای آن روز، فردای 791، که دیگر حافظی در کوچه های حقیر شیراز آمده شد نداشت، دیگر آن سیمای شریف و نجیب که رنج روحی و جسمی آن را نزار کرده بود در لای لباس کهنه و حقیرانه به چشم نمی‌خورد. فردای آن روز که هیکل بشری حافظ با تمام خصائص جسمی به زیر خاک متواری شد، یک موجود دیگر، یک موجود تابناک و اسیری در روح تمام کسانی که به زبان فارسی سخن می گفتند به وجود آمد. ماه تابنده طلوع کرد و از فراز ابرهای بلند و سفید آسمان بر ما عشق و خیال پاشید. این حافظ که در ذهن ما پیدا شد شیرازی نیست، زمینی نیست، پسر فلان و پدر بهمان نیست. او پسر مضامین عالی و اشعار پرمغز خویش است. او پدر فصاحت و بلاغت کم نظیر خود است. او پادشاه ملک اندیشه و بیان است که با کیسه تهی گنج در آستین دارد، با خشت زیر سر بر تارک هفت اختر پای می‌گذارد و با آنکه گردآلود فقر است ننگ دارد از اینکه با آب چشمه خورشید دامن تر کند. او نه بد می‌گوید و نه میل به ناحق می‌کند و اگر خاک ره کسی شود نمی‌خواهد حتی با آن کسی که خاک رهش شده غبار خاطری برسد. آقای علی دشتی می نویسد ستاره زهره را باید از دور نگریست. نور خندان و درخشنده او بعد از میلیون ها فرسنگ زیباست. حافظ را باید در اشعار جستجو کرد. در آنجا زیباست، در آنجا درخشان است، در آنجا صورت الهی عشق است. ما را چه رسد که حافظ پسر کی بوده است؟ از این کاوش چه سود که آیا در جوانی شاگرد خمیرگیر بوده است یا نه؟ او شاگرد سنایی است، شاگرد خاقانی است، شاگرد عطار است، شاگرد خیام است، شاگرد جلال‌الدین بلخی است، شاگرد سعدی است. حتی در مدرسه فردوسی و رودکی و مسعود سر و فروخی و منوچهری درس خوانده تا استاد بی بدل گردیده است. با نگاهی به غزل معروف دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن، در میابیم که گوینده به معارف زبان خود آشنا و در ادبیات ورزیده بوده است. محققاً بر معلومات متداول عصر خود احاطه داشته. اینکه میگویند قرآن را از حفظ میدانسته است و خود او نیز بدان اشارت میکند به قرآنی که اندر سینه داری، تنها عبارت قرآن نبوده، حقیقت قرآن را با
با تمام تفاصیلی که علمای دین نوشته بودن می دانست و از فقه و حکمت و حدیث مخصوصا حکمت اشراق بهره وافر داشت. حافظ مطالب خود را در لفافه استعارات و تشبیهات بیان می کند. می توان او را پیشوای سبکی شمرد که در عهد صفویه رونق گرفت و سبک هندی به وجود آمد. در طول 6 قرن دیوان حافظ پس از قرآن کریم بیش از هر کتابی دست به دست گشته و پس از وی کسی پیدا نشد که به حریم وی نزدیک گردد. این رواج فوق‌العاده را نمیتوان بر اتفاق و تصادف حمل کرد. ناگزیر باید چنین پنداشت که در مردم آن سرزمین استعداد و شامه طبیعی غریز مانندی موجود است. عارف و عامی در ستایش او هم داستانند. مردمان متدین و روحانی و رندان لاابالی حافظ را احترام می کنند. اهل طرب و عشق و تواقع فلسفی و مایل به امور معنوی یکسان به حافظ ارادت می ورزند. زیرا همه گمشده های خود را در حافظ می‌یابند. همه ما به حافظ مدیونیم، چون همیشه در لحظات سخت زندگی به حافظ رو می‌آوریم. زبان ظریف و دقیق و منسجم و بیان پر از وقار و پختگی حافظ با نکته‌های اخلاقی و فکری که در اشعار وی دیده می شود بسیاری از ابیات وی را جزء مثل‌های رایج در آورده است. هنر حافظ هنر خاصی است. خیام و سعدی و جلال الدین را به هم در می آمیزد. عدد درخشانی می آفریند که بی اختیار انسان از خود می پرسد پس از حافظ دیگر چرا مردم شعر گفتند؟ برای درک منطقی سخن حافظ و هر شاعر دیگر باید اول از خودمان بپرسیم که او کی و کجا زندگی می کرده است. فایده این کار این است که ما حافظ و فردوسی و خیام و سعدی و مولانا را با موازین علوم امروزی و برداشت‌های جامعه شناسانه و روشنفکرانه امروز نگاه نکنیم. در زمانی که حافظ به دنیا آمد مدارس و دانشگاه ها به صورت امروز نبود. در آن روزگار کودکی که به دنیا می آمد اگر پدر و مادر باسوادی داشت خواندن و نوشتن را از آنها یاد می گرفت. بعد او را به مکتب می فرستادند و بعد در سن بالاتر او را نزد یک معلم اصول و فقه و کلام و تفسیر می فرستادند و اگر روزگار اجازه می داد به سفرهایی می رفت و چیزهایی می آمد. اگر فرزند یک انسان خطاکار بود و راه پدر را در پیش می گرفت می گفتند عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. و اگر هوشیاری و فهم و تربیت او را به سرمنزل بهتری هدایت می کرد می گفتن سگ اصحاب کهف هم چون پی نیکان گرفت آدم شد. حافظ هم در همون شرایطی که هیچ قطعیتی در آن نبود مقدمات زبان و ادب فارسی و عربی و قرآن و روایات قرائت و تفسیران و دیگر زمینه های مطالعات فارسی و عربی را آموخت.
و به درک عالی‌تری از آن مفاهیم و از فرهنگ ایرانی و اسلامی و عدد چند صد ساله فارسی دست یافت. وی اهل سفر نبود و در شعر او سخن از سفر و فراق وطن اندک است، اما درک او از زندگی و خواسته های روان آدمی چنان بود که گویی دردهای درون همه صاحب دلان را در تمام اعصار و قرون دریافته و باز گفته است، و این یکی از رازهای جاودانگی سخن اوست. در جامعه پرآشوب قرن هشتم شیراز که هر از چندی کسی از گوشه‌ای سر بر می‌آورد، حافظ فراغتی و کتابی و گوشه چمن را از جلوه و جلای نامداران موقت زمانه بهتر می‌دید. اما با هوشیاری و تیزبینی و نکته سنجی قصه رسوایی تزویرها را با بانگ بلند بر سر بازار تاریخ می گفت که به گوش من و شما می رسید. در مدت 15 دقیقه چگونه می توان راجع به حافظ صحبت کرد؟ اما به قول معروف، آب دریا را اگر نتوان کشید پس به قدر تشنگی باید چشید. حافظ اطلاعات دقیقی در ادبیات ایران داشت و تجلی 3 گوینده بزرگ یعنی خیام، سعدی و مولانا در اشعارش مشاهده می شود. وی در افکار فلسفی خود به خیام، در تصوف به جلال الدین و در غزل به سعدی می گراید. حافظ فکر مایوس خیام، روح پرشور و امیدوار جلال الدین محمد بلخی، غریحه تابناک و قنایی سعدی را به شکل غیر قابل تحلیلی در هم آمیخته و عدم نوظهوری آفریده که نه خیام است، نه مولانا، نه سعدی، ولی از هر سه عنصر به حد وفور بهره گرفته، مانند جسمی که از چند فلز مختلف ترکیب یافته ولی از حیث خاصیت و اثر به کلی غیر از فلزهای اولیه است. در اینجا به طور اختصار چند قطعه از اشعار حافظ را با سعدی و خیام و مولانا مقایسه می کنم. سعدی می گوید: یک امشبی که در آغوش شاهد و شکرم، گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم. بمند یک نفس ای آسمان دریچه صبح بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم. ندانم این شب قدر است یا ستاره روز، تویی برابر من با خیال در نظرم. خوشا هوای گلستان و خواب در بستان، اگر نبودی تشویش بلبل سحرم. حافظ میگوید: تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم. تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم. چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست، بنفشه‌زا شود تربتم چو درگذرم. چه شکر گویمت ای خیل غم افاک الله، که روز بی کسی آخر نمی روی ز سرم. به هر نظر بت ما جلوه می کند، لیکن کسی این کرشمه نبیند که من همی نگرم. در جای دیگر سعدی می گوید: خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. حافظ همین مضمون را تا
با آهنگ پر از جلال و حشمت یک قطعه موسیقی بیان می کنند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. و یا طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا صادق شدن کس نمی آید باز. حافظ می گوید حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکرم. و یا هر وقت خوش که دست دهم، هر وقت خوش که دست دهد مختنم شما، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. و یا شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آگرد. مولانا در حدود سال 670، یعنی وقتی که هنوز حافظ به دنیا نیامده بود، چشم از جهان فرو است. جستجوی مولانا در حافظ کمی دشوار است، چون شیوه سخن و سبک شاعری آنها با هم خیلی فرق دارد. مولانا جلال الدین محمد به فنون شعر بی اعتنا و سهرنگار است، ولی حافظ به موزونی الفاظ و انتخاب آنها مهیب است. مولانا میگوید ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم خواجه که آن شهر ماست، باز همان جا رویم خواجه که آن شهر ماست. حافظ میگوید من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد بر این دل خراب آبادم. و یا تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمد که در این دام یک جا افتاده است. باز همون مضمون میگوید بال گشاب و سفیر از شجر توبازن، حیف باشد چون تو مرغی که اسیر قفسی. مولانا میگوید همه در نور نهفته، همه در لطف تو پخته، غلط انداز بگفته تو خدایا تو کجایی. حافظ میگوید بیدلی در همه احوال خدا با او بود، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مولانا می گوید پدرت ز جنت آمد ز بلای گندمی دو، چو هوای جنت هستد تو حریص خاک چون. حافظ می گوید پدرم روزه رزوان به دو گندم بفرو، ناخلف باشم اگر من به جوری نفروشم. قبل از اینکه سخنانم رو به پایان ببرم، چند شعر از شعرهای معاصر برای شما انتخاب کردم که البته جنبه طنز دارد، برای اینکه غزلیات حافظ رو همه شما بارها شنیده اید. اینها جنبه طنز دارد و استقبال از اشعار حافظ است که اگر اجازه می دهید برای شما بخوانم. برادر مهندس بهروز جباری است که بیشتر از دوستان ایشان رو میشناسند. ایشان یک روز یک سری شعر گفتند، یعنی گفتند که ما فکر میکنیم که اگر شعرهای ما پیامگیر تلفن داشتند چه پیامی، چگونه پیام در روی تلفن‌های خودشون میذاشتند. منزل حافظ. ساکنان حرم ستر و عفاف، هی ببستند مرا باده به ناف. با چنین حال که دارم تو مرا از جواب تلفن دار معاف. میدهم بعد جواب پیغام تا که خارج شوم از زیر لحاف. منزل بعدی حافظ.
نمره دیر خراب آباد است، آدمی خام به حافظ داده است. گرچه فردوس بر این منزل داشت، لیک او بی تلفن مشکل داشت. یک شاعر ما داریم، نمیدونم دوستان چقدر باش آشنا هستند، هادی خرسندی، که اشعار طنز ایشون میسراید و ساکن لندن انگلستان است. اسم این شعرش است دولت خواب‌آلوده. سحرم دولت خواب‌آلوده آمد و گفت به خواب آسوده، که نه آن خسرو شیرین آمد، نه نگارت به هر آیین آمد. پس مبادا قدحی در بکشی، به تماشا همه جا سر بکشی. گفتم آن دولت بیدار چه شد، مژده آمدن یار چه شد. گفت آن دولت بیدار افتاد، کودتایی شد و از کار افتاد. تیغ بیدادگری کاری شد، یار هم صیغه اجباری شد. رفت از طرف چمن باد صبا، و از خرابات مغان نور خدا. دوره سرو و گل و لاله گذشت، آتش و دود شده دامن و دشت. باغبان رفته و گل پژمرده، گرد آهوی ختن را خورده. اجنبی ریشه گل را چیده، مزرع سبز فلک خشکیده. گفتم از داس مه نو چه خبر، گفت نه داس، نه چکش، نه تبر. آرزوها همه برباد شده، دست یغماگری آزاد شده. بوستان رفت به تاراج خزان، خفه شد نایمه از بانگ اذان. نوبه زود فروشان آمد، سیل تزویر خروشان آمد. سیل آمد همه دنیا را برد، جعفرآباد و مصلا را برد. در ره کعبه بیابان هم نیست، پای را خار مغیلان هم نیست. نیست در دیر مغان شیدایی، دفتری در گرو صحبایی. یار خوی کرده و خندان لب نیست، اهل آن صحبت و آن مطلب نیست. قدسیان مانده پریشان و خموش، بر نیاید دگر از عرش خروش. هیچ بی گریه دگر سر نکنند، شیر حافظ دگر از بر نکنند. نزمه خالو می نام و نشان، نه کسی در طلب پیر مغان. رفته در پوشش چادر سالی، نیست چیز دیگر از او باقی. گشته پنهان به پس پرده تاب، خنده جام می و زلف نگار. نیست دیگر ز ملائک خبری، که بکوبند ز می خانه دری. باغ فردوس درش بسته شده، آدم از دست خدا خسته شده. گفتم اون دلبر پرشور کجاست، ترک شیرازی مشهور کجاست. گفت او هم ز وطن کنده شده، در سمرقند پناهنده شده. خال هندویی خود کرده عمل، شده هم رنگ مقیمان محل. گفتم امید مسیحا نفسی، گفت او مرد و نفهمید کسی. گفتم آن خلوتی نافه گشا، گفت از ترس شلوغی زده جا. گفتم آن خسرو شیرین دهنان، گفت شد رهبر خونین کفنان. گفتم از چهچهه مرغ سحر، گفت اسرانه بریدندش سر. گفتمش یوسف کنعان آمد، گفت از شاه به زندان آمد. گفتمش راست بگو حق با کیست،
جنگ هفتاد و دو ملت سر چیست؟ گفت دعوا سر جنگ افسار است، بهترین سود در این بازار است. گفتم شیش در این عهد و زمان بوی بهبود از اوضاع جهان. گفت از بحر تو فریاد رسی، نیست غیر از خود تو هیچ کسی. ایشون موقعی که در ایران گویا در دانشکده که از یکی از همکلاسی‌هاشون خوشش می آمد، ولی خب دیگه نرسیدن به هم. بعد از سالها پارسال ایشون رفتن یک کنفرانسی بود در سان فرانسیسکو، تمام اطبای اون دوره بودن. این آقای دکتر اون خانوم رو اونجا دید و بعد این شعر رو گفت: استقبال از این شعر زلفا و شفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزلخوان و سراوی در دست. دیدمش خوشگل و خوشخنده و گیلاس به دست، آمد از جمع به پیشم به کنارم بنشست. نگهش گرم و لبش نرم و رخش چون گل سرخ، می ننوشیده از آن چهره شدم واله و مست. سرفرا و پیش رخش برده و آرام و یواش، گفتمش لاله رخا هیچ مرا یادت هست؟ هیچ در فکر تو آید که در آن دوره دور، بودم از بحر تو آشفته و آزرده و خس. نگهم کرد و بخندید و سپس گفت به من: آن صبوری به پاده و پیمان شکست. شور یک بار نهان گشت و جوانی همه رفت، عشق بر سام جوانی شده همچون کف دست. دیدم الحق که بسی راست بیان کرد و درست، آتش عشق تمام و نخ هر مهر گسست. عمر ما نیز به خواری و بزاری شده تیم، ما در اینجا همه بیگانه و بیگانه‌پرست. از وطن دور و پریشان و گرفتار و دمق، از وطن دور و از وطن دور و پریشان و گرفتار و دمق، دل بدین جای و بدین مول چرا باید بست؟ دل بدین جای و بدین مول چرا باید بست؟ با سلام میکنم دوباره. امشب ببینیم که دو دفعه پیغام از سینجان آفیس اشکنازی در بیدل خطاب میکنه. دوستان میگن که شب با پایان رسید، اما عریف نفهمید که رئی زن بود یا مرد. دوستان عزیز، من از مونه که شب براتان تحییت کردیم. اگر در تاریخ افغانستان نظر بندازیم، میبینیم که مردم افغانستان بر علاوه از این که محافل ادبی برپا میکردن از صوفی های بزرگ و اشخاص روحانی یاد میکردن و میکنن، به خاطر رنگ و رونق بیشتری که به محفل خود گذاشتن، اشعار این صوفی ها را مخمس میکردن، در پاله مخمس میاردن تا سخن به درازا بکشن و محفلشان از رنگ و رونق بهتری برخوردار باشد. قبل از اینکه شروع کنیم به اصل مطلب، به جای نخواهد بود که یک مختصر تشریح راجع به مخمس یا مخمس سرایی خدمت شما تقدیم کنم. اولا خود کلمه یا حرف مخمس
در عصر و در بیشتر عربی است، از لسان عربی گرفته شده، خمس در لسان عربی پنج را گویم و مخمس ترکیب از پنج مصرع یا همین چیزی که باشه. و اشعاری که در قالب مخمس سروده میشن از پنج مصرع برخوردار میباشن که پنج مصرع اول شعر هم کافی بوده و در قسمت بعدی شعر مصرع پنجم هر قسمت با قسمت اول هم کافی میشه. به خاطر که بتونم موضوع را بهتر براتون تشریح کنم، این قسمت یک مخمس از دیوان حضرت عبدالمعنی بیدر گرفتیم که چنین می‌فرماید: این باب جز آرایش نیرنگ ندارد، خندیدن صبح از گلش رنگ ندارد، ساز هوسی دارد و آهنگ ندارد، خودسنگی و مهمان هم فرهنگ ندارد، باد از ترازوی فلک سنگ ندارد، هر موج که گوهر شد و از جا نشان یافت، افسردگی بود که در طب روان یافت، تا خاک شدن مرتبه سنگ گران یافت، با این همه در تلزم امکان نتوان یافت، یک قطعه امید که دل تنگ ندارد. در قسمت دیدیم که قسمت دوم شعر مثل پنجمش هم کافی مثل اول بود. قالب مخمس سرایی در سالیان بیش قدیم در بازار ادبیات از اواخواها یا خریدارهای بسیار زیاد برخوردار بود که آهسته آهسته با تغییر زمان در بعضی کشورهای دلی زبان و کلی از بین رفت، یا در بعضی کشورهای دلی زبان اواخواهای سبکشیری کم شد. اما جای افتخار است برای مردم افغانستان که شعرهای این سرزمین با کار و زحمات خستگی ناپذیرشان نماندن که این مشعل درخشان ادب خاموش شود و همیشه اشعار در قالب مخمس یا از خود سرودن یا اشعار دیگران در قالب مخمس آوردن، که از این جمله می توان از مرحوم ملک الشعرا قالی، ملک الشعرا بیتاب، استاد خلیل خان خلیلی، استاد حسن، استاد عبدالحمید اسیر و غیره نام. ما امشب در این قسمت البته سعی و تلاش بسیار کردم که بتونم تعداد زیاد پیدا کنم، اما متاسفانه از سه شاعر بیشتر نتونستم که شعرهاشون را پیدا کنم. اونا اشعار حافظ در قالب مخمس آوردن که از استاد نیسان است، استاد عبدالحمید اصیل است و استاد بیتاب. ماش قسمت های اواتر به خاطر صرفه‌جویی از وقت، قسمت های از مخمس های اینا را میخوانم که اشعار بیدل اشعار حافظ مخمس مرحوم حیدر نیسان چنین میخوانم: ای خوشا دلبر دمساز و ساز آمده ای، در نشه به دل بسمل ز فراز آمده ای، کسک کرتا چه خوش اشوه تراز آمده ای، ای که با سلسله موی دراز آمده ای، فرصت افتاد که دیوان نماز آمده ای. گفته بودی که گشایی و رخم از هر باب،
در وسط تو در میکده مستی ایجا لگیدم که نشد مید تو در باده اینا آفرین بر دل نرمی تو که از بحر سوا کشته غمزه خود را به نماز آفرین بلا آخر استاد مرحوم عبدالحمید اسید می فرمایم با دل غمزده با عرض گناه آمده ایم همراه قافله ناله و آه آمده ایم و امیدی کرم این همه را آمده ایم ما بدین در نمه اشمت و جا آمده ایم از بد حادثه اینجا و پناه آمده ایم بردل از شرم معاصی همه طوفان برپاست غم پاداش عمل موزن هستی ماست گردگردار به لطفی تو برانیم سزاست لگر حکم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم الا آخر و ملک شعرا بیتاب می فرمایند که زین پس حدیث زهد و ورع سر نمی کنند بیدون ز کنج میکده بستر نمی کنند صرف نظر ز ساقی و دلبر نمی کنم من ترک عشق بازی و سادر نمی کنم صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم صاحب هدایتی تو مرا غول می کند دورم زرای مقصد معقول می کند بیهوده قصه‌گویی معمول می کند پیر مغان حکایت معقول می کند معذور بر بهار تو با من همی دوستای عزیز من هم گاگاه این جرأت به خود می کنم و اشعار حافظ و سایر و بیدر و اینها را در قالب مخمس میارم. در یکی از شبها در تلویزیون خراسان آقای سید مصطفی هاشمی برنامه صحبت یار با یاران خوش است در روز قصه مثال جالب کردم که امو قصه شان با حال من هم سر میخورد گفتم وقتی که حضرت یوسف در بازار مصر به فروش میرسید تجارا و ثروتمندا همه می رفتن با خلطه ها، با شترها، با اسب های از جواهر و پیسه و چیز که عزت یوسف هم بخرن. در این اصلا یک پیرزن هم یک کیسی بسیار پوچک در کمر داشت و یام برافتید. کس را فکرستان کرد که یه پیرزن کجا بیدید؟ میگم که عزت یوسف با فروش می رسه، من هم می خوام اگر بطانو حضرت یوسف را بخرم گفته تو کجا میری این مردم با این همه شطور و ثروت و هستی؟ گفت قربان همی که مرا هم در قطار می خریداره حساب میکنن برای من کفاید میکنن من هم در کار نمی قاد امی اخلاص من باید حساب میشون برای من کافیز دیگه اگر کم بود و پتی در اون میبینیم برای برای تو خود باشد مجده وز رسیده بسد جان برارم آرزوها و دل و با دوست امان بروم خسته هم زین فلک و با تن لرزان بروم خورم آروز که زین منزل و ایمان بروم راحتی جان طلبم از فای جانان بروم تا رسم برادر تو می کشم زجر زمان همتم دی خدایا برم این بار گران چه خوشاندم که به پای تو سپارم من جان و هواداری و ظرف صفت رقص کنان تا لب چشمه خوشی درخشان بروم منکر عشق شدن خاصیت مردان نیست جان ساری برهش این قدرم آسان نیست گر شبی را و سحر با او برم ارمان نیست تا
تا زیان را غم احوال گران باران نیست، با رسایان مددی تا خوش و آسان بروم. چون کبوتر ز سر بامم او پر بگرفت، رفت دور از نظر و جان و تنم در بگرفت. ملک دل را غم عشقش سراسر بگرفت، دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت. رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. بارکا این دلکت حیف که گشت در خی خون، دلی تو گشت ضعیف و غم هجرش افزون. ناله ها می کند این دل و کشد سر به جنون، و چو حافظ سی بیابان نبرم ره بیرون. همه کوکبه آصف دوران. تشکر. بهار آمد دو بلبل خانه می کرد، پرستو زلف سنبل شانه می کرد. من و بانی به هم بودیم و دیدیم، من و بانی به هم بودیم و دیدیم که بارک باد در پیمانه می کرد. حسیبا اثر زلف اثر لطفت بده فرصت دمی ما را، حسیبا اثر لطفت بده فرصت دمی ما را، که من گویم هوس و عشق زلفانی چلیپا را. گران شوخی شکردخت شکرخند دهد ما را، بدون قید و شرط بخشم سر و جان و دل و پا را. همه زیبت بری عاشق زیانی خیش بخشیدم، نچون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را. 1387 بگذشته از هجرت، گزیده خدمت حافظ نیستان ماه جوزا را. تشکر. با سپاس ستایش از برادر دانشمند حسیب فضل و همچنان از حلقه نوای نیستان، تشکر دیگر از اینکه گامی وسیع‌تری در راه فرهنگ گذاشته، یادی از گرامی‌ترین شاعر پارسیگو یعنی حافظ شیرین کلام نموده اید. همیشه به یاد خدا باشید و از خداوند برای شما آرزوی موفقیت می نماییم. دوستان عزیز، ده دانشمندان امروز قرار تحقیق و پژوهش دریافتند که حافظ شیرازی با وجود توانمندی و استعداد شیری، دو مصره اول دیوان حافظ از خود حافظ نمی باشد و آن را دزدیده است. البته این نظر دانشمندان و پژوهشگران است. اصل شعر از یزید بن معاویه به زبان عربی چنین است: ادرکاسن مناولها الا یا ایها ساقی، که اشقاسن نمود اول به تریاق و لاراقی. با کمی تغییرات حافظ این دو مصره را مؤخر مؤبد، مؤبد و مؤخر ساخته است، که گفته است: الا یا ایها ساقی ادرکاسن مناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به هر صورت در جای دیگر دانشمندان پیدا نموده است که حافظ خود صاحب طریق بود. شبا شب بناله و فریاد ها به دامان شب ها را به دامان فجر میرسند و راز و نیاز با آفریدگار خود داشتند، و در جریان چنین شبها ناخودآگاه حافظ رنگ و رونق دیگری را در وجود خود یافت و عملا به مراد خود، به مراد خیش دست یافت. و این غزل را به شکرانگی چنین شب سرود. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادم، واندران ظلمت شب آب حیاتم دادم. بی خود شعشعه پرتب ذاتم کردم،
باده از جام تجلی صفاتم دادم. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که انتازه براتم دادم. چون من از عشق رخش بی خود و حیران گشتم، خبر از واقعه لات و مناتم دادم. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادم. بعد از این روی منو آینه حسن نگار، بعد از این روی منو آینه حسن نگار، که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادم. این همه شهد و شکر کزنه کلکم میرزد، این همه شهد و شکر کزنه کلکم ریزد، اجل صبریست کزان شاخ نباتم دادم. عاطفان روز به من مژده این دولت داد، که بران جور و جفا صبر و ثباتم دادم. کیمیایست عجب بندگی پیر مقام، خاک او گشتم و چندین درجاتم دادم. به حیات ابد آن روز رساندن مرا، خط آزادگی از حسن مماتم دادم. عاشقاندم به دام سر زلف تو فتاد، گفت که از بند غم و غصه نجاتم دادم. همتی پیر مغان و نفس رندان بود، همتی پیر مغان و نفس رندان بود، که زیبند غم ایام نجاتم دادم. شکر شکر به شکرانه بیفشا حافظ، که نگار خوششیرین حرکاتم دادم. محققین کتاب سود بر حافظ، این غزل را مادر گفتار و مادر دیوان حافظ نامیده است، که همه اصلی دیوان حافظ از همین از هستی همین غزل اوست. با تشکر، خدا حافظ. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیا باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخی که بود، زهر چرم تعلق بگیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده‌ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمنی تو نیم کنج مهنت آباد است. تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چی افتاده است. نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهرو یاد است. رضا به داده بده و از جبین گره بکشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد،
که این عجوزه عروس هزار داماد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل. بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. حسب چی میبری ای سوست نظم بر حافظ؟ حسد چی میبری ای سوست نظم بر حافظ؟ قبول خاطر لطف سخن خدا داده است. Thank you.
سهرگاه
Hey, all the way.
خود خیلی خوش خبری بردم بودم.
آقای فهم خوشخبری تو نیست؟ محفل ما دیگه آخرین محفل است برای همین موسم تابستان. برای گوسته ما دیگه گوسته محفل میگیریم که دوستا کلی برای ما و پیکنیک رفتن اینا دارد و بخیر زمستان پس میگیریم ما دیگه همه دوست. دیگه خوشخبری نیست؟ خوشخبری تو آزم گفتم شاید همین ماه های اخیر یک زرگه اینجاد بارد دیدن درست. Thank you.
Thank you.
Oh,
I'm gonna get it.
Thank you.
Amen.
Thank you.